دلخور داشتم، میدونم اومد ایکس فای کامل تو نشون بدم مرد کامل، یه 1% کروموزوم من ژنتیک من با هم فرق نمیکرد. همین خانم قراروش کپی گیره به دوست آشناهای من داده، مثلا به علی و انوش هیچ مشکل مردانه نداره، مرد کامل باید صحبت کنه کارش دست بکشه. منو سوزوند آتیش سر. ما به علی گفتم علی 3 روز رفتش شما نواز شد. جوابی که بهسی به من داد، من رفتم به هم پیش هم کارشناسای بهسی مددکارا گفتم که آزمایش اینجا یه آزمایشم جواب آزمایشم برای دکتر بردم، دکتر بهسی حد خودشون تشخیص نداشتن. بعد با مددکارش صحبت کردم، گفت اگه کامل مرد باشه مثلا هیچ جای ایران عملشون نمی‌کنن. بعد من دکتر جنتیکشون نداده بود. تو با دارو مشاوره حل میشه، با چند جلسه مشاوره که مثلا بیان با دارو حل میشه. که وقتی اومدم خونه بودم خودش اصلا موند، سکوت کرد اصلا. خب طبق آماری که الان تو شما این تو خیابون نکنین، همه با همین میکاپ ساده با همین آرایش میان بیرون. نه همین میگن که انادر داری به خودت میرسیدی، انادر لباس به خودت میرسیدی، الان دیگه هیچ انرژی و هیچ چیز نداری، همه یه وجود مرده. من در چه حدی بودن اون چه مداد بود، مداد ساده و یه برقل در یه روغن در. خب شما اینا خب شما اینجوری میپسندین، من اینجوری میپسندم. تو نمیتونی عوض کنی که میام تو بعد من دزدی کردم خانواده رو کوتی خانواده زدم. من 20 سالمه، من میتونم با خانواده آدم حدی دو من میخوام تصمیم بگیرم. درست تصمیم گیری باید در از خانواده هم به این حد نسی و در نظر بگیری. آره شما من خانواده داره زندگی تو فقط این چیزا پیش پای افتاده رو چیز داری. این پیش افتاده همین الان فقط چون که اونجا برای خانواده خیلی مهمه. این برای من به شخص مهمه. برای من مهمه دیگران چی میگن. چرا باید خود انگشت نمو کنی؟ من خودم اونجا اداره کار کنم آخه. من نمیگم اون وقت نمیذاره آرش خیلی مهم است نکن، مجبور نیستی که. A journalist from a state-run radio station has come to the clinic to make a documentary. اینجا در ایران خرج اینها امروز بخوان بخوابن 4 میلیون و نیم میشه. خود اینا هم معمولا دبستان دبیرستانشون هم تمام نکردن، فکر کنم برای این کار پول ندارن. نه اقوام حاضرن یه پولی بدن برای گرفتاری که طبیعت واسهشون ایجاد کرده. فردی که اینها رو انتخاب کرده یعنی از نظر روحی یک انسان کامله، چون من احساس میکنم ممکنه کسی که اینها رو انتخاب میکنه گرایشات هموسکسوالی در اون زیاد باشه که همچین شریک جنسی رو قبول میکنه. اونا هم جاذبه شون و کششون طرف یک زنه، یک خانومه، یک دختر میخوان، ولی با اینها ازدواج میکنن. چرا؟ دلیلش این است که این دخترها که من از بخش من خارج میشم، شما متولد من بعد دست بنده تولد پیدا میکنن، اینها به مراتب بیشتر از جناب عالیه، اینها زن تر هستن. چرا؟ حالا بهت میگم. و به این دلیلی که جذب مردها برای اینها از هر لحاظ، خانه‌داری، آشپزی، نظافت، ظرافت، شوهرداری به مراتب بیشتره. از مدرسه واسه چی بیرون شدی؟ تو جمع پسر بودم، بعد پسر رو اذیتم میکردم. اذیت یعنی چی؟ از لحاظ جنسی اذیتم میکردم، به خاطر همین دیگه مدرسه نرفتم. خب الان چرا لباس دختر نپوشیدی؟ هنوز جرایی نکردی؟ خب به خاطر اینکه دخترم. حکم تیس تو داری؟ بله. از پزشکی قانونی؟ بله. تا حالا نیرو انتظامی گرفتت؟ زیاد. همه اذیت میشن، تمام تیس ها همه اذیت میشن. من نمیخوام بگم من تنها اینجوریم، همه ما اینجوریه. بسیجی خیلی سخت تو ایران آدم اذیت میکنن، نه منو دخترم بگیرن اذیتشون میکنن. خب بهشون حق نمیدی؟ نه بسیجی همهشون هیزن. Farhad is Aliaska's childhood friend. He's come from his village to be with Aliaska during his operation. Farhad is also contemplating having surgery. خب خانم یه چیز بهتون میگم. شما صبح بلند میشی خب، میخوای بری دانشگاه به حساب.
بعد از همون چی که برام میشه هر یه قدم که میری 10 نفر بهت گیر میدن. خب چرا گیر میدن؟ چرا گیر میدن؟ چرا؟ چون هر کسی به خودش اجازه میده که بخواد بهش گیر بده. شما تی اس ها در حق خودتونم ظلم میکنید. وقتی که پسری هنوز جراحی تموم نشده، کامل نشده، دختر نشدی، قانون، شرع، عرف به شما این اجازه رو نمیده که لباس خانمونو بپوشی. وقتی که حکمو گرفتی تو جیبت بود، بله میتونی حکمو بذاری تو جیبت، لباس خانمونو بپوشی، هیچ کس هم مزاحمت نمیشه، نیرو انتظامی هم که گفت اون برگو در میاری، نیرو انتظامی هم دیگه با شما هیچ برخوردی نداره. میتونم همینطوری ادامه زندگی بدم، سر کار برم؟ اگه عمل برای جسم من ضرر داشته باشه بعدش اتفاقی واسه چه انسان گذاشتم؟ اجازه بده بهترین خدمات رو توی دنیا برای تی اس ای ایران داره میده، چون اولین کاری که میکنه هیچ جامعه بشری شناسنامه برای اینا تغییر نمیده، ولی ایران به خاطر عرف و به خاطر شهر این شناسنامه رو عوض میکنه. اولین مرجع تقلید در دنیا و چهره مذهبی در دنیا که حکم به تغییر جنسیت این افراد امام خمینی بود. تو جامعه ما شهر حرف اول رو میزنه، اما توی کشورهای اروپایی دین حرف اول رو نمیزنه، چون دین از سیاست جداست. پس افرادی که این یک حکم چیز میمونه براشون، یک چیز شرعی میمونه، ولی تو جامعه ما نمیشه کاری رو کرد که برخلاف شهر باشه. اگر شما بخوای که با همین جسم زن و مردانه بمونی ولی لباس پسرانه دخترانه بپوشی، دیگه ترانسکشوال نیستی، یه ترانسوستیسمی، شاید هم مشکوک به هموسکشوال باشی. به تعریف تو روشن کنی، یا میخوای زن باشی یا میخوای مرد باشی. مجبوری برای اینکه زندگی بکنی این حالت رو بپذیری. خواهش میکنم که شما میخوای دو طرف داشته باشی. چی باعث میشه که اینا بیان اینجا خودشون رو بگن زن بکنن یا مرد بکنن؟ شما میخوای بگی که یعنی اینا جسمشون رو تغییر ندن، فقط لباس عوض کنن؟ من دارم میگم اون بایدی که منو مجبور میکنه حق انتخاب از من میگیره، اون باید تو و امثال یعنی شما تصمیم جبری نداشتی؟ یعنی چی؟ من مجبورم این کارو بکنم. برای چی؟ برای فکرت یه جامعه. نه، به خاطر جامعه. حالا بهت میگم، من مجبورم به خاطر اینکه خانواده‌ام قبول نمیکنن، ولی به خاطر اینکه بخوام زندگی تو اینجا، بالاخره ایرانی هم میخوام زندگی بکنم دیگه، چون به من گفتن تو یا باید زن باشی یا مرد باشی، یه تصمیم گرفتی جنسیت خانم انتخاب کنی. چیزی که جامعه منو وادار کرد، خودت الان نگفتی؟ جامعه منو وادار میکنه. شما رو کی وادار میکنه عمل بکنید؟ شما هر کی وادار میکنه عمل بکنید؟ جامعه وادار میکنه. ببین وظیفه من اینه که بدون این رفت اونجا باید دختره، اونجا میگه حرمت The time for Alyaska's operation has finally arrived. آدم امید خدا میرم تو اتاقم. آدم میخوای هویت خودت بشناسی، باید این کارو بکنه. این کاری که خدا آدم کرده، درسته؟ کار خداست. بعد من نمیدونم اون کشورا چجوری هست چجوری نیست. میگن که میتونن با هم همجوری ازدواج کنن، بعد ازدواج کنن چه فایده داره؟ بعد از عقب خیلی گناه میکنی ها. اینجا که من حق کار ندارم، حق زندگی ندارم، توی محیط مردا میرم اذیت جنسی میکنن آدمو، بعد مسخرت میکنن. توی محیط زنها هم سر کار نمیتونم برم چون هویت ندارم، ولی وقتی عمل که کنی دیگه راحت میشه دیگه، هویتت پیدا میشه دیگه، مشخص میشه دیگه. فکر میکنی اگر ایران نبودی عمل میکردی؟ نمیکردم. نمیدونم اون طرف چه خبره، اصلا نمیدونم اون طرف چی هست چی نیست، چه کار میکنن چه کار نمیکنن. فقط میدونم که حق حقوق برای خودشون دارن. اگر لازم نبود، لازم نبود عمل کنم، نه نمیکردم. دست به کار خدا نمیزدم. دست به کار خدا نمیزدم؟ نه نمیزدم. آیا کفشا گوه من باید کفشا رو بده بگم؟ ندارم با هم باید بگم. برو باید بگم. چی؟ آقایه.
Farhad has come to be with Aliaska as he has surgery. پولش هم بانصورت جور نشد.